بزرگترین امپراتوری ام‌ام‌ای. شاید جانی جونز کاملترین مبارز باشه و انگانو قدرتمندترین ضربی مشت رو داشته باشه و یا خبیب شکست ناپذیر باشه، اما اونا خودشون هم میدونن که بزرگترین نیستن. کانر مکگرگور اسمی که خیلی ها با اون ام‌ام‌ای رو شناختن، کسی که روزی پادشاه دو وزن در UFC بود و یه جورایی دست نیافتنی جلوه میکرد، تا اینکه در UFC 196 اولین باخت مکگرگور مقابل دیاز رقم خورد، که البته مکگرگور با این باخت کنار نیومد و در مبارزه برگشت موفق به شکست دیاز شد. کانر با درخشیدن در UFC موفق شد پردرآمدترین ورزشکار سال بشه، اما 4 مبارزه پایانی برای کانر اصلا خوشایند نبودند. 4 مبارزه و تنها 1 پیروزی. اون تقریبا تمام عناوینش رو از دست داد، باختهایی که به امپراتوری اون پایان دادن. باخت در مقابل خبیب و از دست دادن قهرمانی 70 کیلوگرم و در ادامه 2 باخت با پوریر و مصدومیتی که همه فکر میکردن پایان کار مکگرگوره. و اما خبرهای زیادیه که مکگرگور دوباره به قفس بر میگرده و اون خودش رو تو ویدیوهای زیادی در حال تمرین و آماده نشون داده. اون قرار بود در UFC 300 به مسافه چندلر بره که انجام کامل تست های دارویی ورود مکگرگور به قفس رو به تابستان موکول کرد. اون دوباره دنبال برپا کردن پادشاهی خودشه. به نظر شما مکگرگور دوباره به شکوه خودش برخواهد گشت؟ آیا دوباره قهرمانی رو مزه میکنه؟ نظرتون رو این پایین برام کامنت کنید. متشکرم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید.